اول از خانم وافق میخواییم که بیشتر بر شما معرفی بکنم. من فعلا اتاق تجارت صنایع زنان افغانستان رهبری میکنم و اتاق تجارت صنایع زنان افغانستان یک نهاده است که وزیست که صدای رسای خانمای متشبس و تجارت پیشه سکتور خصوصی است به سطح ملی، یعنی با دولت و ارگانهای بین المللی که ما دادخواهی میکنیم. در ضمنش به خانمای متشبس و تجارت پیشه فرصت های آموزشی، فرصت های بازاریابی و فرصت های شبکه سازی که امرای ارگان های مختلف وصل شوند، امرای تجارت های مختلف وصل شوند، او را ما فراهم میکنیم. شکر بسیار زیاد خانم منیجا وافق از معلوماتی که دادین و از معرفی که کردین. حالا از آقای غیور باوری میخواییم که بیشتر معلومات بدن در مورد فعالیت هایشون. من تقریبا از سال 2006 در بخش آیتی کار میکنم و همچنان در جبه اعضای ایدیا یا امی مفکوری که در ذهن شما آمد، شما چطور امی مفکوره را به دست آوردین و چطور سر ازی کار کردین تا که شما این امی تجارت را آغاز کردین و به موفقیت از او دست یافتین و یا پیش رفتین؟ اعتماد به نفسی که مثلا من داشتم و ای که باید است رویای بلند داشته باشم و ای که ما چی میخوایم در زندگی خود بکنم. ما چندین کارهایی را که خوش داشتم، ما و همشری کلانم، ما چندین کار شروع کردیم. ما مثلا در باغ زنانه که مارکت زنانه است، در اوجا اولین کار را که مثلا ما کردیم، چون بسیار عاجل فکر میکردیم که فرصت چی است، مثلا در مارکت که در باغ زنانه است، اونجا وقتی که همشری کلانم رفت که در کمیونیتی سنترش من حیث استاد درس بده، سال 2003-2004 بتن قسمی کرم، در اون سال متوجه شد که دمی کل می بین مارکت دکان خوراک فروشی نیست، دکان خوراک فروشی و آیسکریم، و هر جمعه که نام خدا به این تعداد که خانم ها و دختران می آین در باغ زنانه، اینمی دو چیز کم بود است، یاز بیرون امروی خود میارن و یکی که پس باز مثلا اولادای خورتر خود بیرون از باغ روان میکنن که امی مواد خوراکی برشان خریداری کنه، جوس مثلا، بسکیت، تمام دیگه مواد خوراکی که اکثرا در میله میریم و شما زرد میدشوشیم، چپس و غیره و غیره. ایره آجل کده که متوجه شد امرای من گفت، ما گفتم ما بسیار خوب استم، ما او وقت پیسه شد داشتم و مفکوره شد، گفتم خوصه استم، من خیلی خود تا پیسه میتم خود تی دوکان شروع کرد، او دوکان شروع کرد. پنتون سال اول یا دوم پنتون بود که فکر کنم سال اول بود که ما همی مضمون تجارت یا انترپرنورشپ خواندیم. از وجه من کم الهام گرفتم که واقعا بزنس باید کرد و این بزنس را که حالا من دارم در بخش تکنولوژی الهام از این چطور آمد. من در یکی از شرکت های اینترنتی یا ISP تقریبا 10 سال کار کردم که در اوج ما برای ما مشتری ما زنگ میزدن میفتن ما در دفاتر خود مثلا نفر آیتی نداریم، شما یک نفر روان کنین که برای ما می مثلا در بخش آیتی برای ما یک سپورت بده، گویا پرنتر برای ما یک انسالیشن پرنتر بکنه، یک ویندوز در کمپیوتر برای ما نصب بکنه، این کارهای خورده ریزره. چون امیال هم بعضی ما بزنس های ما شما داریم که آیتی را دست کم میگیرن در دفاترشان یا بخش تکنولوژی را، استفاده تکنولوژی را در بزنس دست کم میگیرن، با وجودی که فعلا به نظر ما بگبون بزنس ها تکنولوژی است. وقتی که یک تجارت از شما شروع میکنین باید مارکت اول انالایز بکنین که تقاضا به کدام چیز بیشتر است. چیزی که بسیار زیاد مهم است برای آغاز تجارت وی است که شما اول باید مارکت بررسی بکنین که تقاضا در مارکت به چی بیشتر است، مردم بیشتر به چی تقاضا دارند و چی کار را بیشتر توقع هست تا شما بتونین به موفقیت پیش برین در تجارت تان، نه به ای که تجارتتان خدای نخواسته برای کود مواجه شود. اگر کسایی که به خاطر آغاز تجارت پول به خاطر سرمایه گذاری ندارند، نمیتونن که پول داشته باشند تا بتونن امو سرمایه گذاری بکنند، کسایی شاید باشند، شاید بیشترین کسایی هستن آرزوی تجارت دارن اما پول ندارن تا بتونن همون تجارت خود آغاز بکنن، چطور میتونن با وجود از اینکه پول نداشته باشن یک مفکوره را داشته باشن که ضرور نباشه که مثلا یک پول زیاد را سرمایه گذاری بکنن، شاید بتونن از 1000 افغانی آغاز بکنن تا که بتونن به لک ها افغانی برسه همون پول، چطور میتونن که از یک پول کم آغاز بکنن و یا حتی از هیچ آغاز بکنن و به یک جاهای بلند برسن؟
به نظر من سرمایه گذاری اولین چیزی که انسان در بزنس سرمایه میخواد که اینوست بکنه او تلاش خودش است و وقت خودش است که میخواد او را اینوست بکنه. از پول دیگه پاکتر بیشتر زمان نیاز داره، پشت کار نیاز داره و چی نیاز داره که هر بار اگر مافتن دوباره بر بخیزن. کسایی که امروز متشبثین و تجارت پیشای موفق هستند در دنیا و در افغانستان، اشخاص متجسس بودن، اشخاص بودن که تجسس کردن، اشخاص بودن که کنجکاو بودن، خواستن که پیدا کنن که باش که چی کار میتر، چی رقمی کار شروع کنم، یا چطور کنم، یا چطور کنم، یا چطور کنم. اولین چیز مهم داشتن اونمو مفکوریش است، داشتن امو جرأتش است، داشتن امو تعهدش است که شما میخواین که وقتتان را بتین، انرژیتان را بتین و میتونین که امو تعهدی که شما ایره هر رقم شوه ادامه میتین، ایره موفق میسازین. امروز موضوعی را که ما داشتیم و ای بود که مثلا چطور میتونیم یک ایده را دیولپ بکنیم در مغز خود و چطور میتونیم که سر از او ایده ما کار بکنیم، این موضوع بود. تشکر بسیار زیاد از کلتون.